عصر نگاتیو و تاریک خونه های چاپ عکس، هر فریم غنیمتی بود که عکاسای کنار زمین فوتبال به راحتی راضی به ثبتش نمی‌شدن. اما وقتی پای علی انصار وسط میومد، اونا تردیدی نداشتن که باید دکمه گرفتن عکس و فشار بدن. ستاره‌ای که تو روزگار کپی اصل بود. مردی که دائما مثل یه شعبده باز قهار یه شوخی از آستینش در می آورد و همیشه لبخنداش قبل از خودش می رسیدن. تو آخرین عکسای زندگی کوتاه علی هیچ نشونه‌ای از مرگ پیدا نیست. تو روزگاری که بارش تسلیت یه لحظه هم متوقف نمیشه، دیگه انگار عکسا رو هم نمیشه باور کرد. چه خوشخیال بودیم. چه خوشخیال بودیم که باور داشتیم برمیگرده و روز مادر رو کنار مهمترین آدم زندگیش میگذرونه. دوست داشتیم با مرگ همینطوری برخورد کنه. شوخ‌طبع و مطمئن. درست مثل لحظه‌های قبل از پنالتی‌های حساس، وقتی که گلران می‌دونستن روبروش هیچ شانسی ندارن. درست مثل روزایی که تو محاصره خون و زخم با یه بانداج قوی به زمین برمیگشت تا هیچ لحظه‌ای رو از دست نده. باور داشتیم بلند میشه. گرد و خاکشو میتکونه و یه لیوان چای از دست ننه علی میگیره و به مرگ نیشخند میزنه. اما مقاومتش شکست. مقاومتی که انگار آخرین ذره های مقاومت همه ما بود. با پاهایی که برای چند ثانیه سوس شدن و رفقایی که با همه وجود میخواستن حرکت خونبار عقربه ها تو روزای نفرینی رو متوقف کنن. علی انصاریان از نسلی می اومد که رفیق بازی بخشی از هویتش بود. نسلی که آدماش پشت سر رفیقشون راه می رفتن بدون اینکه بپرسن آخر این مسیر کجاست. اونور استقلالی ها بودن یا پرسپولیسی ها. از اینجا که اومدم بیرون احساس می کردم زانوام داره میله عرضه بره بالا اومدن. حس کردم پاهم سوز شد، دستم گرفتادم به این میله. رفتم تو، رسیدم به اونجا، یه دفعه پرسپولیسی ها شروع کردن تشویق کردن. وسط زمین من با علی منصوریان که داشتم صحبت می‌کردم داشتم گریه می‌کردم. علی منصوریان اومد منو بغل کرد، بابا اب نداره فلان. گفتم نمی‌تونم هستم. برای تشویق شده آبی پوش سکوهای قرمز، اونم تو دربی، هیچ انتحاری غیر ممکن نبود. اون بیشتر از همه عاشق یه مربی بود و فقط یه آرزوی بزرگ داشت. این اواخر دلش لک زده بود تا به سالن‌های سینما برگرده. جلسه مطبوعاتی فیلم تازه‌ش اما وقتی برگزار شد که خودش دیگه نفس نمی‌کشید. به احترام علی انصاریان از جای برخیزیم و یک دقیقه سکوت کنیم. این عادت علی بود که همیشه نقش یک باشه، که حتی وقتی طولانی تر از بقیه دیده نمیشه کاری کنه که همه بیشتر از دیگران دربارش حرف بزنن. آخر نوشته هاش همیشه دو عدد به چشم میخورد، 24 و 33. خودش وقت نکرد که 25 رو هم به فهرست اعداد فراموشی ناپذیرش اضافه کنه. این نفر یه دیدیش اشبور خیلی دلم برشتن شد. اما حالا جماعتی که یه روز اسمشو با اسپری های سیاه رنگ قبل از کلمه تعصب رو دیوارا می نوشتن، حالا باید عدد 8 رو هم تو این لیست حسرت بار قرار بدن. بدون این خنده ها، بدون تکرار هزار باره این عشق، بدون این عکس ها تو محاصره خبرهای ترسناک، قلبمون انگار تو حرارت کوره می سوزه اما حتی ذره سخت نمیشه. همه این درد و اما روبروی درد مادرش داستان قطره و دریاست. مادری که یه عمر پرستیده شد اما درست تو روز مادر پسر خوش قد و قامتش رو به آغوش خاک سپرد. مامان تولدت مبارک باشه. سلام علیکم. قربونت برم. شما مبارک. تبریک از میگم خدمت همبتنان عزیز همیشه همیشه سلامت و آقابت بخیر باشه. عمر دعا کنا. علی برای خیلی کارا وقت نداشت. حتی تو همین وقت کم اما جاودانگی در انتظارش بود. کاش مرگ کمی بیشتر براش صبر میکرد. کاش وقت اضافه‌ای در کار بود. یا حداقل
پایان بهتری برای این قصه. تو غروب قلب سوزی که بدون علی سپری میشه، سایه تنهایی یه مادر پیداست. شریک بهترین عکسای پسرش مثل همه دلتنگ اون خنده های واگیر داره. دستای یخ زدمون انگار دیگه گرم نمیشن و کرونا یه رؤیای خیس دیگه برامون میسازه. رفتنی که برگشتن بخشی از تقدیرش نیست. دیگه هر چقدر منتظر بمونیم، علی تونل ورزشگاهو به مقصد زمین ترک نمیکنه. دیگه هر چقدر منتظر بمونیم، حتی اگه نور و صدا هم آماده باشن و کارگردان حرکت رو فریاد بزنه، علی روبروی هیچ دوربینی ظاهر نمیشه. میگن هدف نهایی آدما نه تا ابد زنده موندن، بلکه ساختن چیزایی که تا ابد زنده میمونن، و علی از این چیزا کم نداره. پسر خاکی و گرم خیابونای جنوب شهر زندگیشو از دست داد، اما دلیل زندگی رو نه. وقتی آخرین قدم ما رو کنارش برداشتیم، وقتی چشممون تسلیم هجوم همه جانبه ی اشک‌ها شد، تو تاریک خونه تلخ‌ترین روزهامون قاب‌های تازه‌ای ظاهر کردیم. قاب‌هایی برای به ذهن سپردن، لحظه‌هایی برای افتخار کردن و لبخندهایی علیه فراموشی. امیدوارم تا وقتی زنده باشم که مادرم پشت سر نفس میکشه